سرخط خبرها. آمار روزانه رسمی مبتلایان به کرونا در ایران بالاترین از زمان شیوع ویروس. وزارت بهداشت از مرگ 221 نفر در شبانه روز گذشته خبر داد. محدودیت‌ها برای کنترل کرونا مرگبارتر از خود آن. آکسفام می‌گوید کمبود غذا 10 کشور را در خط مقدم گرسنگی قرار داده. پرونده اطلاعات مالی ترامپ روی میز دیوان عالی آمریکا. قضات در مورد دسترسی کمیته تحقیق به اظهارنامه مالیاتی او تصمیم می‌گیرند. و دومین روز دادگاه ستاره هالیوود، جانی دپ کتک زدن همسر سابقش را رد کرد. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آمار روزانه رسمی قربانیان کرونا در ایران طی یک روز به بالاترین حد در 6 ماه گذشته رسید. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به این ویروس را ثبت کرده و بیش از 220 نفر دیگر هم جانشان را از دست دادند. همزمان وزیر بهداشت گفته دولت از تبعات جانی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی آگاه بود، اما به خاطر رضایتی احتمالی ناشی از مسائل معیشتی تصمیم به بازگشایی کسب و کارها گرفته. 4 میلیون خانوار ایرانی در انتظار دریافت کمک مالی ویژه شیوع کرونا. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده این 4 میلیون خانوار از اقشار خاص و آسیب پذیر هستند که می توانند وامی به مبلغ 1 میلیون تومان دریافت کنند. سازوکار شناسایی این افراد مشخص نشده، اما این وزارتخانه گفته که وام 1 میلیون تومانی به دستفروشان، رانندگان وانتبارها، کارگران ساختمانی و همچنین خانواده‌های 5 نفره و بیشتر تعلق می‌گیرد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف رو به افزایش است و بیمان می‌رود که علاوه بر صدمات جانی روزافزون، اقتصاد ایران هم بیش از گذشته خسارت ببیند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش فروردین ماه امسال خود درباره تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران نسبت به احتمال ایجاد بحران در تأمین نیازهای اولیه شهروندان ایرانی هشدار داده بود. بنابر آمار رسمی با شیوع ویروس کرونا در ایران 1 میلیون نفر بیکار شدند. ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در هفته‌های اخیر به شدت سقوط کرده و بسیاری دارایی‌های خود را از کشور بیرون می‌برند. حتی آن دسته که با دریافت ارز 4200 تومانی کالا صادر کردند و به گفته بانک مرکزی 20 میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور باز نگرداندند. در فقدان منابع مالی، مدیریت بحران کرونا هم با بنبست مواجه شده. من یه دکه‌دار رو که نمیتونم شب به شب در خونش پول ببرم. این سخنان انتقادآمیز سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، درباره فقدان برنامه اقتصادی در مواجهه با بحران کرونا و هشدار درباره احتمال طغیان مردمی. گزارش دوستان امنیتی رو برای ما میاد. این که مردم از فقر و تهیدستی رو به سمت طغیان میبرند، این بحث جدی است. رئیس جمهور این مملکت باید به این معیشت فکر کنه. دولت این مملکت باید، به نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی باید به این معیشت و عدم شکل گیری یک طغیان فکر کنند. ایران 2 ماه پیش محدودیت‌های قرنطینه سراسری را برداشت و فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفت. وزیر بهداشت ایران اعتراف می‌کند که دولت از پیامدهای احتمالی این تصمیم، یعنی موج دوم شیوع و تبعات جانی و مالی آن، آگاه بوده اما چاره‌ای نداشته. نه اینکه نفهمیم این بازگشایی آمار رو خواهد برد بالا، نه اینکه نفهمیم مترو و اتوبوس وقتی 1/3 توان نقل و انتقال این جمعیت رو داره، ما مواجه با یک چنین پدیده نخواهیم شد. این جهل ما نبود، این ضعف ما و زانو زدن ما در مقابل اقتصادی بود که بیش از این پتانسیل و کشش نداشت.
ایران با چالش‌های اقتصادی غریبه نیست. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا هم با مشکلاتی مانند نرخ تورم و بیکاری دو رقمی مواجه بود. اقتصاد ایران در حدود 4 سال گذشته همواره کوچک شده. روندی که بر اساس برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ادامه خواهد داشت. اما این بار جان انسان‌ها در خطر است. استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان غربی. وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 221 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و بیش از 2000 مبتلای جدید شناسایی شدند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی تا به حال شمار جان باختگان به بیش از 12300 نفر رسیده. هرچند گزارش‌های منابع بیمارستانی و بررسی آمار مرگ و میر در دوران شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته حکایت از این دارد که شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزارت صحت افغانستان گفته شناسایی موارد ابتلا به کرونا در این کشور از 70% طی 2 ماه گذشته به حدود 40% کاهش یافته. با این حال این وزارت گفته افغانستان هنوز در وضعیت بحرانی کرونا قرار دارد و مردم باید پوشیدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنند. با ثبت 314 مورد جدید ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته، آمار رسمی مبتلایان به بیش از 33800 نفر رسیده. همچنین گفته شده 20 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند و به این ترتیب آمار دولتی قربانیان کرونا به 957 نفر رسیده. سازمان خیریه آکسفام هشدار داده که تا آخر سال محدودیت‌های وضع شده در جهان برای کنترل شیوع کرونا ممکن است بیش از خود ویروس کرونا قربانی بگیرد. آکسفام میگوید محدودیت‌هایی که دولت‌ها اعمال کردند برداشت محصول از مزارع و عرضه غذا را به خطر انداخته، درآمدها را کاهش داده و دسترسی به مواد غذایی را به مراتب سخت‌تر کرده. آکسفام از 10 کشور نام برده که میگوید در خط اول خطر گرسنگی هستند، از جمله یمن، افغانستان و سوریه. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. کرونا هنوز در سراسر جهان با شدت و حدت قربانی می‌گیرد و به زودی ممکن است قربانیانش به مراتب بیشتر هم بشود. آکسفام میگوید تا آخر سال تعداد کسانی که از گرسنگی ناشی از محدودیت‌های رفت و آمد و کسب و کار جانشان را از دست می‌دهند ممکن است به مراتب بیشتر از کسانی باشد که به علت ویروس کرونا می‌میرند. طی 6 ماه گذشته کرونا به تدریج از چین به سایر نقاط دنیا سرایت کرد و در کشورهای مختلف افراد بیشتری به تدریج مبتلا شدند. تعداد درگذشتگان روزانه کرونا در جهان که 2 ماه پیش به اوجش به بیش از 8000 رسیده بود، امروز حدود روزانه 5000 است. آکسفام میگوید تعداد مرگ و میر ناشی از گرسنگی تنها ممکن است تا آخر سال به روزانه 12000 برسد. آکسفام میگوید 10 کشور جهان در خط مقدم خطر گرسنگی هستند که اکثریت آنها کشورهایی هستند که دستخوش جنگ بودند و بحرانهای سیاسی. 10 کشوری که 65% از جمعیت گرسنه جهان در آن زندگی میکنند. یمن در صدر آنها. جنگ داخلی، نبود کسب و کار، محدودیت‌های رفت و آمد که دسترسی به کمک‌های غذایی را محدود کرده، نزدیک به 16 میلیون نفر را تهدید میکند. کسانی که در آستانه قحطی و گرسنگی هستند، کمی بیش از نیمی از مردم کشور. کنگو در مرتبه دوم است، یک قدم به پرتگاه. گرسنگی بخش بزرگی از مردم را به مرز با اوگاندا فرستاده. آوارگان تازه که کرونا نبود امنیت غذایی‌شان را تشدید کرده. کمی بیش از 15 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو هستند، 1/4 جمعیت کشور تقریبا. افغانستان در رده 3 کشورهای خط مقدم گرسنگی است با کمی بیش از 11 میلیون نفر، بیش از 1/3 جمعیت کشور. کسانی که امنیت غذایی ندارند و کووید 19، تعطیلی کسب و کار و محدودیت رفت و آمد عدم امنیت غذایی آنها را تشدید کرده است. کسرا نجی، بی بی سی.
همطور که در گزارش کسرا هم شنیدیم، افغانستان یکی از کشورهایی است که شیوع ویروس کرونا در آن بر وضعیت معیشتی مردم اثر زیادی گذاشته. در همین باره گفتگوی داریم با فتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی افغانستان، از کابل با ما هستن. آقای احمدزی، بیشتر به ما بگید در مورد وضعیت افغانستان و اینکه خب وضع افغانستان هیچ وقت خوب نبوده، الان چقدر این موضوع تاثیر بیشتری گذاشته بر وضع معیشت مردم؟ تشکر بسیار زیاد مرز، سلام ادب برای شما و تمام بینندگان بسیار محترم شما. مورد بسیار مهمی است که افغانستان، مثل که شما در مقدمه از گزارش هم یادآوری کردین، یک کشور جنگی هست و ما با مشکلات و چالش‌های بسیار زیاد جنگی مواجه بودیم از چند دهه به این طرف، و یگانه مسئله که بسیار مهم بوده در افغانستان موضوع جنگ بود، و امروز خب مداخلات کشورهای بیرونی بسیار رول مهم اساسی را در این جنگ افغانستان داشته میتونند، و این جنگ باعث شده که تا ما بالاخره نتونیم کاروبار خوبتر را برای هموطنان عزیز خود، برای کسایی که واجد شرایط کار هستند، برای آنها ایجاد کنیم. همون علت است که امروز ما در حدود 2 میلیون تن را بیکار و کمکار داریم در افغانستان، و این 2 میلیون تن اگر آمار بسیار بلند است، خب منم میگم بیکاری در تمام کشورهای دنیا، در کشورهای بسیار پیشرفته دنیا هم وجود داره، لیکن افغانستان یک کشور است که من گفتم یک کشور جنگی، ما نیاز به کار به ای داریم که تا بالاخره اقتصاد خوب تر داشته باشیم، و کسایی را که اونا امو افراد هستن که نانآور خانهشون و بالاخره میتونن برای فامیلشون نانآور خوب تر باشن و بالاخره یک زندگی خوب تر برای خود بسازن، و نداشتن کار امروز باعث از این شده که بالاخره ما نتونیم پیشرفت خوب تر داشته باشیم، و این پیشرفت خوب تر باعث از این شد که بالاخره فقر در جامعه باید بلند بره، و چرخش پولی را طور که لازم است باید داشته باشیم نداریم، و واضح است که فقر خود به خود بلند میره، و در افغانستان امروز وقتی که فقر بلند، مثل که در گزارش هم شما نشر کردین، واقعا من میپذیرم فقر در افغانستان بلند هست، بیکاری بلند است، و کار کودک ها که یگانه علت همی فقر، همی بیکاری و مسئله جنگ در افغانستان است که امروز کودکای نازنین ما که اونا باید درس بخوانن، مسئله صحت چون بسیار مهم است، باید با متوجه به صحت خود باشن، لیکن اونا بدبختانه میرن در کارهای شاقه مصروف هستن و کار میکنن در معادنی که با او دستای نازنین و کوچکشان که اونا نباید کار بکنن. بله. اونا در او آقای احمدزی، وضع معیشت مردم اینقدر بد هست که حتی به پیدا کردن یک کار دیگه الان کمک به اونا نمیکنه و باید دولت به اونها غذا بده، و دیدیم که مثلا دولت افغانستان به بعضی از خانوارها حتی نون عرضه کرده. الان کمک های بیشتر از لحاظ غذارسانی به کسانی که از گرسنگی دارن در این بحران رنج میبرن در افغانستان چیه؟ خب این دو بخش هم در میتونه داشته باشه، یکی موضوع خدمات اولیه یا هم چیزی که باید در نخست ما باید زودتر به من حیث دولت باید بر از اونا رسیدگی شو و بالاخره به هموطن عزیز ما باید برسه، و مسئله کمک های مواد غذایی است، مثل موضوع نان را که شما یادآوری کردین. بله، یقینا که در ایام قرنطینه همی برنامه را ما داشتیم، و فعلا هم کمک های مواد غذایی و هم کمک های مواد اولیه رو روی دست داریم که اونا خوشبختانه به شکل خوبترش پیش میره، لیکن این فکر کنم کافی نیست. ما برنامه دراز مدت را هم روی دست داریم که تا بتونیم برای اوید از هموطن عزیز ما که نیاز به کمک برنامه دراز مدت داره، که ما چند برنامه را روی دست داریم که او را هم عملی کرده میریم، با امیدوار از این هستیم که بالاخره بتونیم مفید تمام شو و بالاخره ما به پای خود استاد شویم و بالاخره همی آمار بلند فقر که امروز در افغانستان است بتونیم میره کاهش. متشکرم از شما فتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در کابل با ما. در پی آتش سوزی در جنگل های ارسباران در استان آذربایجان شرقی ایران، مقامات محلی ساعت پیش اعلام کردند که موفق شدند آتش را مهار کنند، اما به دلیل پراکندگی آتش سوزی امکان اطمینان حاصل کردن از تکمیل عملیات مهار آتش نیست. آتش سوزی در جنگل های ارسباران از دیشب شروع شد و یادآور حریق گسترده ای بود که سال گذشته صدها هکتار از این جنگل ها را ویران کرد. همکارم سیاوش اردلان اینجا با ما در استودیو. سیاوش، ظاهرا آتش سوزی در ارسباران امروز عصر مهار شده، این برخلاف آتش سوزی های دیگه است که در جنگل ها مراتع زاگرس بود که هر کدوم چند روز طول کشید، این بار چه فرقی داشته این آتش سوزی با بقیه؟
فرقش این بود که این بار مسئولان خیلی سریع به تکاپو افتادند و خیلی سریع واکنش نشون دادند، چون از قبل آماده بودند. از شهرداری تبریز که یک اکیپی رو از آتش نشانها به منطقه اعزام کرد، آتش نشانهای شهری با تجهیزات و ابزار لازمی که باید در اختیار داشته باشند، هلال احمر وارد عمل شد و این بار وزارت دفاع بدون تأخیر یک بالگرد رو با سبد آبپاش در اختیار آتش نشانان قرار داد. دیگه از اون نیروهای داوطلبی که مانند زاگرس میدیدیم با بیل و کلنگ و شاخه گل میخواستن برن، شاخه درخت میخواستن برن خاموش بکنن آتش رو، خبری نبود. سال گذشته که حدود 600 هکتار از جنگل‌های ارسباران طعمه آتش شد، خیلی از افکار عمومی و مردم اونجا براشفته شدن، ناراحت شدن و بعد از اون بودش که مسئولان به فکر این افتادن که یک سازوکارهایی رو ایجاد بکنند، یه سری مانورهایی رو برای اطفای حریق گذاشتن و هرچند کافی نبود ولی آمادگیشون نسبتاً بیشتر بود، برخلاف این آتش‌سوزی‌های یک ماه و نیم گذشته در زاگرس که دیدیم نزدیک به دقیقاً 7 تن رو تا الان به کشتن داده. داوطلبان با کمترین امکانات اونجا بودند و ضمن اینکه همیشه هم درخواست ها برای اعزام بالگرد خیلی دیر جواب داده میشد، گاهی اوقات میگفتند باید 200 بار به مرکز زنگ بزنن استانداران تا این امکانات و این بالگردها در اختیارشون قرار بگیره. در مورد ارسباران اینطور نبود. ارسباران این منطقه‌ای هستش که اهمیت اکولوژیکی فراوان داره، حتی قرار هم هست که در یونسکو صحبت این هست که ثبت بشه، چون حدود 500 مساحت ایران رو تشکیل میده ولی نزدیک به 15% تنوع گیاهی و نزدیک به 20% تنوع جانوری در این منطقه است فقط. متشکرم از سیاوش اردلان اینجا در استودیو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران با اعلام 221 قربانی بیماری کووید 19 طی شبانه روز گذشته بالاترین آمار روزانه جان باختگان از زمان شیوع ویروس کرونا را ثبت کرد. سازمان خیریه آکسفام میگوید محدودیت‌ها برای کنترل کرونا 10 کشور از جمله یمن، افغانستان و سوریه را در خط مقدم گرسنگی قرار داده. در ادامه این برنامه، محاکمه جانی دپ ستاره هالیوود به اتهام کتک زدن همسر سابقش. از دیروز در ایران بسیاری از کاربران اینترنت از اختلال شدید در این شبکه جهانی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در مواقعی حتی دسترسی به صفحات جستجوگر بین‌المللی مانند گوگل هم امکان پذیر نبوده و فقط وبسایت‌های ایرانی در دسترس بودند. یکی از مسئولان وزارت ارتباطات گفته مشکل بیرون از مرزهای ایران ایجاد شده و در ترکیه و ارمنستان هم اینترنت دچار اختلال بوده. نت بلاکس که وضعیت اینترنت در نقاط مختلف جهان را رصد می‌کند، اختلال در کار بعضی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در ایران را با قطع برق در ارمنستان مرتبط دانسته. رجا اسدی با ماست، بیشتر بهمون بگو از اینکه این اختلال در زندگی مردم چه تأثیری گذاشته و کاربران در شبکه‌های اجتماعی چی میگن؟ ناجیه، همونطور که گفتی این اختلال دیروز اتفاق افتاد و پیام‌های زیادی به بی بی سی رسید از اینکه مردم به ما اطلاع رسانی می‌کردن اینترنتشون قطع شده یا همش قطع و وصل میشه و با مشکل روبرو هستن. خب خیلی ها از طریق اینترنت کارهای اداریشون رو انجام میدن یا کاسبی میکنن یا اصلا تماس‌های عادی از طریق اینترنت دیگه انجام میگیره و این تو زندگی روزمره مردم خیلی اختلال ایجاد کرده بود. اما نکته جالب اینه که با اینکه مسئولان گفتن دلیل قطع اینترنت در برمیگرده به کشورهای همسایه مثل ترکیه و ارمنستان و مشکلاتی که اونجا ایجاد شده باعث شده که اینترنت ما در ایران قطع بشه، اما به نظر میاد خیلی از کاربران و شهروندان این توضیح رو قبول نکردن و شروع کردن به گمانه زنی. در شبکه‌های اجتماعی نظرات مختلف رو میخونیم که بیشترشون نشون میده این بی‌اعتمادی به توضیح مسئولان وجود داشته. خیلی ها این موضوع رو قبول ندارن برای اینکه با یک سری دلایل فنی که انگار از روی یک نظر کارشناسی همه کپی کردن و همینطور داره دست به دست میگرده توضیح میدن که چرا دلیل اختلال اینترنت به دلیل اختلالات اینترنت در کشورهای همسایه نیست. مثلا میگن خیلی از دامنه ها از دسترس خارج شده بوده، اما اگر یک آی پی داشتیم با آی پی ها میتونستیم متصل، اگر با وی پی ان میتونستیم بریم امکان اتصال وجود داشت و اگر دلیل مرزی بود برای این موضوع حتی با وی پی ان هم نمیتونستیم متصل بشیم و اینو مرتبط میدونم به فیلترینگ شدیدی که داره اعمال میشه و دامنه
رسانه ها رو از دسترس خارج میکنه و این رو یک پیش درآمدی میدونم برای اجرای پروژه اینترنت ملی. بعضی ها از این موضوع هم صحبت میکنن که در حال حاضر بعضی از شرکت های خدماتی اینترنت وقتی میخوان بسته‌های اینترنتی بفروشن به مردم میگن سرویس خارجی یا سرویس داخلی میخوان. اگر سرویس خارجی میخوان این قیمتش گرونتره و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم میرن سراغ سرویس داخلی و این رو در راستای همین پروژه میدونن که با این راه میخوان اینترنت ملی رو اعمال کنن. بعضی ها هم اشاره میکنن به یک گمان زنی دیگه با توجه به اینکه الان تو گزارش ها هم داشتیم وزیر بهداشت حرف از قیام های مردمی زده بود به خاطر فشار اقتصادی و از مسئولان خواسته بود فکری به وضعیت معیشت مردم بکنن و با توجه به تجربه‌ای که در دور قبل اعتراضات خیابانی داشتیم و اینترنت بیش از 10 قطع بود، حالا دارم فکر میکنن که ممکنه یه همچین چیزی در پیش باشه و مسئولان امنیتی در حال قطعی اینترنت هستند. ممنونم از تو رجا اسدی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه قتل‌های خودسرانه ساعتی پیش گزارشش را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. اگنس کالامار در مصاحبه مطبوعاتی خواهان قانونمند شدن و شفافیت بیشتر دولت‌ها در استفاده از پهپادها شد. در گزارشش گفته بود اقدام آمریکا در حمله پهپادی و کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد بود. خانم کالامار همچنین خواهان امکان پیگیری حملات پهپادی در مراجع قضایی شد. وزارت خارجه ایران خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی برای حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیشب گفت کمتر از 2 هفته پیش این کشور و متحدانش یک کشتی حامل سلاح‌های ایرانی به حوثی‌ها را در سواحل یمن توقیف و ضبط کردند. آقای پومپئو دوباره خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش گفت آمریکا در صحنه بین‌المللی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران دستاوردی نداشته و با اتهام زنی به دنبال فشار بر ایران است. کابل پایتخت افغانستان از امروز میزبان نشستی با هدف اجماع جهانی در مورد صلح است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته در این نشست در مورد تبادل زندانیان بین دولت و طالبان، آغاز مذاکرات مستقیم میان دو طرف، کاهش خشونت و آتش بس دائمی بحث می شود. به گفته او 20 کشور و سازمان جهانی در این همایش حضور دارند. 9 قاضی دیوان عالی آمریکا تا دقایق دیگر رأی خواهند داد که آیا اطلاعات مالی دونالد ترامپ از جمله اظهارنامه مالیاتی و ریز فعالیت‌های شرکت او باید در دسترس یک کمیته تحقیق و تفحص مجلس نمایندگان و دادستان نیویورک قرار بگیرد یا نه. وکلای آقای ترامپ استدلال کردند این اطلاعات شخصی است، ربطی به وظیفه نظارتی مجلس ندارد و نباید منتشر شود. او سالها پیش گفته بود اگر روزی کاندیدای ریاست جمهوری شود اظهارنامه مالیاتیش را منتشر می‌کند، ولی بعداً از عمل به این وعده منصرف شد. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. اهمیت رأی قضات دیوان عالی در چیه بهمن؟ باید ببینیم که به کدوم سمت رأی میدن. در واقع بسته به اینکه این رأی چگونه باشه، مرز اونجایی که از دید دیوان عالی نظارت مجلس نمایندگان قوه مقننه بر قوه مجریه و رئیس جمهوری هست مشخص میشه. آیا نمایندگان حق دارند اطلاعات مالی رئیس جمهور رو داشته باشند تا بدونن که او به چه کسی بدهکاره، از کجا درآمد داشته، آیا به اون خانومی که متهمش کرده به رابطه جنسی حق و سکوت از جیب خودش داده، از جیب شرکتش داده؟ همه اینها پرسش‌هایی است که نمایندگان کمیته‌های مختلف مجلس در طول مسیر استیضاح و قبل از اون داشتند و بعد مستقیم از اول از آقای ترامپ خواستن که این اظهارنامه مالیاتی و ریز فعالیتاش رو به اونها بده. وقتی او مخالفت کرد و نداد، رفتن سراغ بانک‌ها و شرکت‌های حسابداری که خدمات می‌دادند آقای ترامپ و از اونها خواستن که این اطلاعات رو بدن. و اون چیزی که قضات اینجا دارن تصمیم می‌گیرن این است که آیا اون بانک‌ها و اون شرکت‌های حسابداری، حالا که خود آقای ترامپ حاضر نیست این اطلاعات رو بده، آیا باید این اطلاعات رو بدن به نمایندگان مجلس یا نه؟ بسته این که چگونه رأی بدن مشخص خواهد شد که نمایندگان دسترسی خواهند داشت به این اطلاعات. و البته دادستان نیویورک هم جداگانه باز خواستار این شده که این اطلاعات به او داده بشه، به خاطر اینکه دنبال هست که اگر
جرمی پیدا بکنه در فعالیت‌های مالی آقای ترامپ، او رو محاکمه بکنه. وکلای آقای ترامپ میگویند که اساساً شما نمیتوانید رئیس جمهور رو وقتی که در قدرت هست محاکمه بکنید، ولی دادستان میگوید که باز اگر هم نمیتونم الان محاکمش بکنم، ولی حق دارم تحقیق و تفحص بکنم، اگر وقتی که از ریاست جمهوری رفت به جرمی رسیدم اون وقت محاکمش بکنم. همه اینها پرسش‌هایی است که در برابر دیوان عالی قرار داره و انتظار داریم در 20 دقیقه آینده رأیشون رو صادر بکنن. چه گزینه‌ای داره آقای ترامپ اگر رأی منفی بده دیوان عالی به او؟ اگر دیوان عالی تصمیم بگیرد که این شرکت‌ها و این بانک‌ها باید این اطلاعات رو بدن به نمایندگان مجلس و حتی دادستان، آقای ترامپ قانوناً نمیتونه جلوی اون بانک‌ها و شرکت‌های حسابداری رو بگیره. اگر از خودش می‌خواستن شاید باز یک راه‌های قانونی حداقل برای تأخیر وجود داشت. هنوز هم بعضی‌ها معتقدن اگر هم این شرکت‌های حسابداری و بانکی و بانک پس مجبور بشن بدن، شاید باز آقای ترامپ بتونه یه مدتی تا انتخابات با موانع حقوقی این رو به تأخیر بندازه، ولی در نهایت اگر دیوان عالی بگوید که باید بدهن، نهایتاً این اطلاعات در دسترس نمایندگان مجلس و شاید حتی دادستان قرار بگیره. متشکرم. بهمن کلبسی در نیویورک. جانی دپ بازیگر مشهور هالیوود در دومین روز از جلسه دادگاه در لندن گفته هرگز به صورت همسر سابقش سیلی نزده. او از یک روزنامه بریتانیایی و ناشر آن به خاطر انتشار مقاله شکایت کرده که گفته بود جانی دپ امبر هرد را کتک می‌زده. دیوید سیلیتو از بی بی سی در این جلسه دادگاه حضور داشت. جانی دپ به دومین روز از جلسه دادگاهی می رود که برای رسیدگی به شکایتش علیه روزنامه سان برگزار شده. ماجرا از این مقاله شروع شد که در آن گفته بود او زنش را کتک می زند. این اتهامی است که همسر سابقش امبر هرد بر او وارد کرد. او هم به این دادگاه آمد. در این جلسه دادگاه از جانی دپ درباره نوشیدن مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر و دوستی‌هایش با دیگر بازیگران مسئله دار هالیوود سوال شد. همسرش امروز گفت یک هیولایی در وجود جانی دپ نهفته که با خوردن مشروب و مصرف مواد مخدر درونش بیدار و به خشونت منتهی می‌شود. این عکس‌ها در دادگاه نشان داده شد. جانی دپ مشکلش با اعتیاد را پنهان نکرده اما گفته هرگز خشونت به خرج نداده. جلسه دادگاه به شنیدن جریان بگومگوهای این زوج گذشت. به جریان مصرف داروهای مسکن و مکالمات ضبط شده و پیامک‌های مبادله شده. روزنامه سان می‌گوید همه اینها به خوبی ثابت می‌کند که او نسبت به زنش خشونت به خرج داده. دیوید سیلیتو، بی بی سی نیوز. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با تلویزیون فارسی بی بی سی.